سلام. از چند ساعت بعد از حادثه تروریستی شیراز در حرم شاه چراغ، واکنش ها از جنس طراحی پوستر، عکس، متن، شعر و هشتگ ها و همدردی ها در صفحات اهالی فرهنگ و هنر قابل توجه بود. بالهایی که بر کفشی نشسته و نوشته ای که گفته کفش هایت را از سید و شهدا تحویل بگیر. خون و تکه های شیشه و تسبیح و صحن برای توی کوچه رقصیدن. شبیه به این دیدگاه یا اشاره به بعضی سوء استفاده ها از شعارها و فضای اغتشاشگونه روزهای اخیر با انتقاد از کسانی که هیزم در آتش ناامنی و آشوب ریختند در بخشی از این طرح‌های گرافیکی پررنگ است. اتفاقاتی که با کمک بازوهای رسانه‌ای داعش را به میان جمع کشاند تا به هدف خود نزدیک و نزدیکتر شود. مثل این تصویر که ناامنی را نتیجه فضاسازی‌هایی می‌داند که نیروهای امنیتی را دست و پا بسته می‌خواهد. برای کودک یک ساله بینام که از دیروز در فهرست حادثه دیدگان شاهچراغ آمده، این سکانس از ماجرای نیمروز در حال بازنش است. رفته تو مغازه یارو. آقا کشداری سلام. بله. خم شده پیرمردی که شو بردار ترق زده. خب بیشرف بیا با من بجنگ. وای اتفاقا حرف من همینه. من نمیذاری حرفامو بزنم. نه نمیذاری. خب من میدونم شما چی میخواید. آقا میخوام 10 مورد دیگه تکرار کنم. قربونت برم. نمیخوام یادم بره. رحیم به خدا دختر 5 سالش نشده بود. اشاره به نقش رسانه‌های فارسی زبان در این میان برای مسلح شدن و کشت و کشتار همینقدر صریح توسط طراحان در جریان است. این کاریکاتور را مسعود شجاعی طباطبایی کشیده با نمادهایی از رسانه‌ها و حامیان مالی آنها و با عنوان پشت صحنه واقعی حمله به مردم شیراز. میلاد عرفان‌پور شاعر در واکنش به این اتفاق چند رباعی سرود. سر تا سر عمرتان به تردید گذشت، عمری که به پوشاندن خورشید گذشت. ای جرأت داعش از شما، وای شما، از این همه خون چگونه خواهید گذشت؟ یکی از طرح‌های گرافیکی از حادثه دیشب شیراز که منجر به شهید شدن 15 نفر از هموطنانمان شده این است. با یادی از شهید سردار حاج قاسم سلیمانی که در صف اول مبارزه با داعش بود، طرح‌های متنوع دیگری نیز در حال انتشار است. حرکتی که به نظر می‌رسد ادامه داشته باشد. زهرا چخماقی، خبرگزاری صدا و سیما.